سلام، امیدوارم که خوب باشید. ما آرام اینجا کوکتل تی وی و امروز با یه اخبار رپی دیگه در خدمت شما هستیم و می‌خوایم اخبار یک هفته گذشته رپ فارسی رو با هم بررسی کنیم. اما قبل از هر چیزی یادتون باشه حتما کانال رو سابسکرایب کنید که حمایت بزرگی از ماست. و اگه از ویدیو خوشتون اومد حتما لایک کنید و به اشتراک بذارید. اگه حال نکردید حتما دیسلایک کنید و دلیلش رو بنویسید. البته دلیل منطقی. صحبت دیگه باقی نمیمونه. ببینیم که با هم اخبار رو داشته باشیم. همونطور که میدونید امیر تتلو چند وقتی هست که اعلام کرده میخواد کنسرت آنلاین بذاره. همکنون میتونید بلیت‌ها رو خریداری کنید. بلیت‌ها هر کدوم 100,000 تومان هست. چند وقتی هست که گفتن میتونید بلیت بخرید، ولی سایت مثلا که یه سری مشکلا داشت، ولی الان من آخرین بار که چک کردم راحت میتونید خریداری کنید و لذت ببرید. سفیر هم اعلام کرد که اجرای زنده و آنلاین رو خواهد داشت کنار گروه اتاق 15 اسفند ماه. کچی بیت این هفته سایت جدیدش رو معرفی کرد به اسم کچی میکس. شما میتونید وارد این سایت بشید و سفارش میکس و مستر بدید. یه خبر خوبیه برای آرتیست‌های تازه کار و یا کسایی که دنبال میکس و مستر حرفه‌ای هستن. توضیحات کاملتری رو خود خشایار اسار توی ویدیو داده که با هم میبینیم. سلام، خشایار هستم. امروز میخوام یکی از بزرگترین پروژه‌هایی که با همکاری بچه‌های کچی ساونز و کچی بیتس راه اندازی کردیم رو بهتون معرفی کنم و این محصول چیزی نیست جز catchymix.com. اول از همه شما باید عضو بشید توی سایت. به شما میخوام نشون بدم که چطوری میتونید توی catchymix.com عضو بشید و سفارش خودتون رو بذارید. برای عضو شدن به این منو میرید، با کلیک کردن روش به شما دو تا آپشن میده. یا میتونید اگه نام کاربری دارید وارد شید، یا اگر ندارید عضو بشید. سفیر برای یه بار دیگه کارگاه شعر نویسی را انداخته. اگه دوست دارید که شرکت کنید میتونید با این شماره که روی صفحه نمایش داده شده تماس بگیرید. شایع با یه سری استوری خبرهای جدیدی رو راجع به آلبوم عصبانیش داد و تاریخ پخشش هم اعلام کرد، یعنی 23 اسفند 99. توضیحات کامل رو از خودش میشنویم. بچه ها سلام، خواستم بگم دمتون گرم. عصبانی هم داره مثل بقیه آلبوم های موعد پخشش نزدیک میشه. 20 اسفند انحصارا از راگا مدیا پخش عصبانیه. من یه ذره تو اساس کشی بودم و کیش دوباره برگشتم تهران. اگر یکم طول کشید دیگه شرمنده، امیدوارم حال کنید باش. متشکرم. سوایپ هم لینک خریدم میذاریم براتون. عصبانی.me با تمام وجود میسازیمش، با تمام کوشش بدیم با کیفیت ویف. دمتون گرم. همونطور که میدونید آلبوم نبض از فرشاد برای فروش گذاشته شد و میتونید همکنون خریداری کنید. اما توی هفته گذشته چند تا دمو از آلبوم پخش شد و همچنین تاریخ پخش دقیقش مشخص شد که 15 اسفند ماهه. بدبین نباش به بدبینیات، صاف برو تو شکم درگیریات. نبودن چالش افت حرکت، پس داد بزن بگو بعدی بیاد. بالها پرنده می زدن، دریا شنا می کرد توی ماهیا. اتاق خالیا نسبت به اجسام داشتن فوبیا. خودکشی می کردن که برسن به آدم هوریا. ایستاده بودم یا تو دور می شدی، همه چی محو گذشته بی رنگه، چون رنگ چشماتو ریختم رو شعرم. بخون رد شو ازش بگذر.
خب همونطور که خیلیاتون میدونید آلبوم بلند علی سورنا هم به اسم گوز این چند وقته برای فروش گذاشته شده و قرار 18 اسفند ماه پخش بشه. اما تو این هفته‌هایی که گذشت ما حدود فکر کنم 8 دمو ازش شنیدیم و به نظر من فضایی که این آلبوم داره فضای بین آلبوم کویر و نگار. به هر صورت با هم میریم بشنویم این دموها رو، برمیگردیم. بدون تو جسارت میخوشه منو ورم داد تا لباسم بیفته، انگار افتادم از ارتفاع. تو راسته بازار مای فروشا غروب شلوغ بندر، ازدحام داد و ستد عربده های بلنده ی شهر، مرتوب شرجی غرق عرب مردانه ی سرزمین پر از رشه و جنگ، تو عرصه تنگ از هم دیگه. بین این عشق در فاصل است، بین پسر کوهستان و دختر صحرا، نزدیک مریم میکشه نفس، شرم دخترو میکشه عقب، مریم تو فکرش با تکفیر کت خدا به دور پرنده عشق میکشه قفس. منو خونه جور شدیم هر جو شده، رفتم تو خودم اونم رفت تو خودش، کسی که پل بشه میونه شکاف، یعنی باید بگذره از رو خودش. جغرافیا پرسیدم اونجا کجاست، چه قطار چسبیده بود واگناش، تو گفتی اتش تو رو تو آرزود جا گذاشت، شعاری اسبشو کنار رود جا گذاشت. دو تا با تو میزدی رو زنگ سرما، آتیش کشیدی توی جنگ سرما، کشیدی با چه قوزی تو مواب دستتو پاکویدی شیشه خونه ها شکست. باد پیچید تو مزرعه گندم، پشت زمینای خونه پدر بزرگ، تو زخم کوچه و دل خون، آواز دریچه بوی هوای پاره میداد، یار وارد دستش مرد بیدهنی که دست و شالو دست به خونه تقدیر. تهم با پست و استوری خبر از موزیک و موزیک ویدیوهای رها داد که قراره به زودی پخش بشه. همچنین تهم استوری دیگر رو به اشتراک گذاشت از آهنگی که مربوط به جرشا. همونطور که میدونید اعلام کرده بود جرشا قرار آهنگی رو جمع کنه که از همه نقاط ایران توش رپ کنی باشه با لهجه و گویش خودش. تهم این تو اعلام کرد که حضور خواهد داشت و همچنین چند ابرستاره دیگه توش هستن که خبر خوبیه، ولی اعلام کرد که هنوز از دو استان یعنی کرمان و سمنان آرتیستی ندارن و دنبالش میگردن. اگه کسی رو میشناسید معرفی کنید که امیدواریم هرچی سریعتر این رپ‌کن‌ها هم پیدا شن و این ترک رو هرچی سریعتر بشنویم. جاستینا با یه استوری خبر از این داد که یک سینگل ترک، یک اجرا و یک آلبوم را در آینده خواهد داشت. مرادیدن یه پستی رو به اشتراک گذاشت که یکم مرموز بود، معلوم نشد ترکی در راه یا آلبوم، فقط نوشت پیش فروش به زودی. و این نکته جالبی که داشت این بود که خیلی ها اون زیر داشتن اعتراض میکردن چرا لوگویی که برای این پست هست شبیه لوگوی آرمی از BTSه. سینا سایی پستی رو به اشتراک گذاشت به این شکل و نوشت بریم برای بعدی که به نظر میاد ترک جدیدش در راه. این هفته تولد لیتو بود که از همینجا بهش تبریک میگیم، اما لابلای تبریکایی که بهش میگفتن چند تا ترک لو رفت که به نظر میاد همکاریایی با ددان، کنیس و هومان خواهد داشت. علیرضا جیجی از کارهای آیندهش استوری رو گذاشت، همونطور که میبینید همکاری رو داره با سیجل به اسم از من چه خبر که با یه استوری دیگه اعلام کرد که جورنالیست های فیک خودشون رو آماده کنن که به نظر میاد دیسی به اونها باشه و مخصوصا داستانی که بود به هر حال قدیم اگه یادتون باشه دو سه ماه گذشته که ریچ کیز اومده بود و یه سری حواشی رو انداخته بود از فامیلی های بچه های زدبازی با به هر حال رؤسای مملکت و این داستانه که فکر میکنم منظورشون به اونها باشه. و به جز اون غیر عادی و خبرش داد که همکاری خواهد بود بین یسنا و خلسه. جرشا این هفته عکسی رو به اشتراک گذاشت در کنار یاس که یه سری حواشی رو به وجود آورد که میگفتن با هم همکاری دارن، هیچ خبری از همکاری فعلا نیست، باید وایسیم ببینیم که در آینده چه اتفاق میفته.
مشترک روزهای سخت انتظار رو داشتیم از تست. پشت حجاب کفرتون با دستهای خونی، زد و بندهای چنونی، خونواده های بی آسمون رو زمین بی معرفت دنبال عزیزشون میگردن همون عزیز بی. ترک احچاقی از کچی بیت و بهزاد لیتو با آهنگسازی سوالک و ایلنویس هم این هفته منتشر شد. نکته جالب این آهنگ این بود که توش تیکای رو به پوریا پوتک میشنیدیم. صبح شدم فازم سگ، باس بدم بازم چک، بعد خواه زدم بازم فک، پشتم هم میخواه این آخر چک مک، زدم و ورسا چیم شده لگ، بزا میرم باشه جک لگی، خشی تو چکس که لگی، انگار رو پکی، انگار پوتک تو پکی، تو جی کمرم انگار. ترک بازنده رو داشتیم از پارسا لیپ. بگویم بازنده ترک همینیم که هستیم از وانتوم. کنیم از دست اغربه فرار، هر دفعه موقع رفتن نهید ولی میرسه بهمون بازم از سر قرار، دلم از تهرانم تنگ تره برات، باشی نمیزنم کوکوله ای بی خود، موجا موزیکشون طول و پلی میشد روی ملودی. سومی سینگل ترک آلبوم پرسپکتیو داشتیم از صادق به اسم یه سری توی یه سری. اکسیژن میخوام خالص با مزش، از اونو که میکنه سیگارو تو جبش، از اونو که میبینی بعضی روزا فقط، از اونو که میزنه به مرده ها لگد، من مستو میخوان آدم کنن آدم. ترک شب و داشتیم از علی ازا. همچنین دو ترک زین و آلتیماتومو داشتیم از یحیی. حواسم جمع تو لحظه نباشم ول معطل، به ذهنم گفتم بگو که دل حرف زد، گفتم چموشو زین کردم یه جوری برون تو مسیر انگاری مانعی نیست اصلا. حواسم جمع تو لحظه نباشم، گوش کن چی میگم، به دوست ندارم کسی ناراحت شه، یک بار واسه همیشه بیشتر نمیگم چون اتلاف وقته، پشت میکروفونم کلماتم دارم نه سپاه نه ارتش، اوتا میترسن. ویدیو اینطوری تو را داشتیم از تی ام بکس. آقا ببخشید یه سوال دارم، شادی رو این برا ندیدین؟ انگار یاب شده رفته توی زمین، همه چاره گشتم و ازش ردی نیست، شما چی شادی رو ندیدین؟ کدوم بر رفته وقتی گم شده انگار ندارم بود. آرمان میلادی با چند تا استوری خبر از پروژه های آیندهش شد که تو این استوری ها آلبوم جدید ویناک و همچنین آلبوم جدید هومان به چشم میخوره. هیپاپولوژیست چرسی و آیسم با چند تا استوری و پست خبر از همکاری جدیدشون با هم دادن به اسم شین با آهنگسازی اشکان کاگان. هر جا بری بازم صدا ماه کف شهر، یانگ سادن با یه استوری خبر از آهنگ جدیدش داد به اسم ویکند. پوری هم با یه استوری خبر از آهنگ جدیدش داد که قراره به زودی پخش بشه. دختر تخت رو داشتیم از کیارش. کیارش یکی از استعدادهایی که توسط برنامه امضاشو به رپ فارسی معرفی شده. روی میز گل راز، روی لاین اوردار، زدی پلک پای بغز، با تو هم دختر تخص. ترک کلماتو داشتیم از مستر امپی و روحی. داده نبود حزم تقویم، یه روتینی که میره سمت مرگ به تدریج، یه کل وجودم میشه تو لحظه تسخیر، باید قبول کنم یه چیزایی دست من نیست، باید قبول کنم یه حد و مرزی هست تو این فری استایل. لامبورو داشتیم از ترین. واسم کنسره را اومدم با شمشم، خودشو به من گره میزنه چون آیندشم نمیخواد کندشه، کلماتو قلبم با هم مچم. همچنین فری استایل قانونی رو داشتیم از هیپاپولوژیست با آهنگسازی فارسی و کاگان. قانونی میزنم وی دلون، یه رو کف مل روشم میبینم این ویژنو، یا 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 قانونی شد رپ و جیب پر، ماما منو ببخش اگه گنگ سرم ویلون نمیزن. خب این بوده از اخبار رپی این هفته، امیدوارم که لذت برده باشید. کلی آلبوم خبر خوب داریم تو همین ماه، سه تا آلبوم داریم تا اینجا، البته شاید آلبوم های دیگه هم معرفی شه، بعضی هم تاریخ پخششون هنوز معلوم
نیست. امیدواریم که آلبوم ها بیاد و لذت ببریم. لینک ها همه توی دیسکریپشن هست، لینک خریدا میتونید برید خرید کنید و همچنین لینک رسمی آهنگایی که پخش شده، چون من میبینم بعضیا کامنت میذارن آقا ما نمیتونیم خواننده ها رو پیدا کنیم فلان و اینا. همه لینک ها توی دیسکریپشن یا توضیحات ویدیو هست، میتونید خیلی راحت برید ببینید و کلیک کنید و به اون آهنگ دسترسی پیدا کنید. اون دوستایی هم که میان مینویسن کانال تلگرام معرفی کنید که ما بریم از اونجا دانلود کنیم، 100% کامنتتون پاک میشه. من دیدم چند تا از این داستانا داریم، اصلا همچین چیزی که بریم تو کانال تلگرامی دانلود کنیم و اینا نداریم و اون کانالایی که این کارا میکنن هرچه زودتر بارو بندیلشون بسته میشون میرن و اصلا این کارو نکنید. حمایت کنید از حق آرتیستتون، بذارید اونا هم درآمدشون رو داشته باشن. دوزی کردن و این گونه بخوایم کار اونا رو دست به دست کنیم تو تلگرام و اینا دیگه الان پذیرفته نیست و سعی کنید که انجام ندین این کارا رو. اگه کانالی هم میبینید از این کارا میکنه میتونید ریپورت کنید، چون یه آپشن جدیدی هم تلگرام گذاشته، خیلی راحت میتونید تمام کانالایی که این کارا رو میکنن و پاک کنید. پس دمتون گرم، حواستون باشه برای پیشرفت رپ فارسی، این یکی از قدمایی که مخاطب ها هم میتونن توش سهیم باشن. امیدوارم که لذت برده باشید، صحبت دیگه باقی نمیمونه، امیدوارم حالتون توپ خوب و عالی و بم باشه. تا ویدیو بعدی، سی یو سون.